همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراه شده. احمد، چه چیزی باعث شده که یک تغییرات عمده‌ای در ساختار صدا و سیما ما ببینیم؟ اول رئیسش و حالا هم این تغییراتی که در رؤسای شبکه خبر و خبرگزاری می‌شدیم. نیوشا چند مؤلفه داره این تغییرات. شاید اولین مؤلفش در واقع اون فساد مالی بود که در دوران رئیس قبلی اتفاق افتاد و میلیاردها تومان پول سازمان رو بر جاهای مختلف مثل مثلا راه اندازی پیامرسان سروش یا جاهای دیگه هزینه کردن و خب میدونیم که در صدا و سیما هم هر هزینه‌ای که میشه به هیچ جا پاسخگویی صورت نمیگیره. اما شاید دومین موضوع در واقع همون ریزش شدید مخاطب باشه که ما بارها از زبان مسئولان صدا و سیما شنیدیم که شاید یکی از اون موارد اظهارات داوود نعمتی انارکی هستش که در واقع مدیر روابط عمومی اسبق صدا و سیما در زمان آقای سرافراز بود که وقتی شبکه‌های صدا و سیما رو داشتن ادغام می‌کردن همونجا اعلام کرد که آمارهای مرکز تحقیقات صدا و سیما ما رو به این نتیجه رسونده که در واقع در خصوص آمارها در خصوص میزان مخاطبان که ما باعث بشه که در واقع شبکه‌ها رو با هم ادغام بکنیم. موارد دیگه‌ای هم از شما مثلا آمارهایی که از مرکز آمار ایسپام در واقع چند روز پیش منتشر کرد، در اونجا هم همین بود که ریزش مخاطبان صدا و سیما الان به حد رسیده که به 43% رسیده. یا حتی آمارهایی هست الان در مرکز تحقیقات صدا و سیما داره در خصوص شبکه‌های رادیویی صدا و سیما، 20 شبکه رادیویی صدا و سیما داره که شاید مهمترین اون شبکه پیام باشه. میزان مخاطبان این شبکه 6%، شبکه سراسری صدا و سیما 2% مخاطب داره، بقیه شبکه‌ها هم همینطور زیر 1% مخاطب دارن. خب این خودش یکی از مؤلفه‌های دیگه هستش که به هر حال باعث شده که تصمیم گرفته بشه که هم رئیس عوض بشه هم ساختارها. اما دو تا مسئله دیگه هم هست. به هر حال همین جبهه انقلاب در بارها اعلام کردن که خب پول‌های زیادی در صدا و سیما هست و همونطور که گفتم در واقع پاسخگویی نیست در خصوص هزینه کرده اونها. خب اینا هم می‌خوان از این موهبت برخوردار بشن. خود آقای همین وحید جلیلی بارها گفته که میلیاردها تومان پول صدا و سیما داده میشه به کسانی که در واقع دوستان مدیران فعلی یا مدیران قبلی صدا و سیما هستن و خب چرا اینو به جبهه انقلاب نمیدن. از طرف دیگه هم موضوع دیگه که میشه بهش اشاره کرد در واقع الان همین جبهه انقلاب بعد از اینکه آقای رئیسی شده الان رئیس جمهور و فکر میکنه که تمام ارکان قدرت رو به دست گرفته از مجلس قوه قضاییه و ریاست جمهوری و الان بهتره که در واقع مهمترین رکن که در واقع رکن رسانه هست و بازوی پروپاگاندا هست باید اون رو هم در اختیار بگیره و همه اینها باعث شده که در واقع الان این تغییرات شکل بگیره و به نظر میاد که زور جبهه انقلاب چربیده. اما احمد، این تغییراتی که شکل گرفته چقدر توی رویکرد صدا و سیما در پوشش خبری به ویژه و مواجهه با بحران‌ها همینطور تولید محتوا داره؟ ببین نیشا، رویکرد صدا و سیما این خواهد شد، بارها اعلام شده شبکه افق خواهد بود، اونجایی که اعلام کرد هر کس دوست نداره از اینجا بره، اون مدیران میان در واقع جانشین میشن و به تبع در واقع بسیاری از کارکنان و کسانی که در بخشای خبری بودن اونها هم در واقع پاکسازی خواهند شد، آلی منتقل میشن به بخشای دیگه یا کارشون رو از دست میدن. اما در رویکرد صدا و سیما، رویکرد صدا و سیما تا پیش از این رویکرد انفعالی بوده، یعنی در مقابل بحران ها و خبرهای مهم سعی میکرد اونها رو پوشش نده. بعدها که به هر حال شبکه‌های ماهواره‌ای اومد و همچنین فضای مجازی تونست که در واقع میدان رو از صدا و سیما بگیره، مجبور شدن رویکرد واکنشی نشون بدن. در این رویکرد چه اتفاقی میفته؟ اونم این هستش که میان مجبور میشن که واکنش نشون بدن و اخبار رو منتشر کنن، اما به نفع خودشون، یعنی در واقع جهتدار این کار انجام بدن. به نظر من با توجه به اینکه دوباره اون جبهه انقلاب میاد، دوباره این رویکردهای واکنشی انفعالی خواهد شد و در واقع فکر می‌کنم اتفاقی که میفته هستش که بر خصوص بحران‌ها و اخباری که در جامعه منتشر میشه برای حفظ نظام استفاده خواهد شد و فکر میکنم که پوشش اخبار به صورت آزاد نخواهد بود. احمد صمدی همکارم از برلین، ممنونم از تو.